بیننده های عزیز، قسمی که قبلا عرض کردم در خدمت یکی از منشدین بسیار خوب کشور عزیز ما امشب هستیم. در بخش اول برنامه آقای فرهاد جان اکبر، همه شما با نام ایشان آشنا هستین و روزانه چندین بار از رسانه های محلی و ملی کلیپ های بسیار خوبی را از ایشان مطمئنم دیدین و میبینین، کارهای بسیار خوبی دارن. امشب میخواییم که صحبت بکنین، خودمانی با ایشان و بیشتر با ایشان شما آشنا بشین. مطمئنم که در برنامه های زیاد ایشان رو دیدین و حرفای از ایشان شنیدین، ولی امشب میخواییم که بیشتر آشنا بشین. جناب آقای اکبر عزیز، خیلی خوش آمدین به مسجد جامع بزرگ هرات و ویژه برنامه ریان. زنده باشین. من اول سلام عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون نگین القیاس. امیدوارم که طاعات عبادات نا مورد قبول درگاه حق را بگه. سلام میگم برای شما و همکاران شما. سلام. شما در ایران زندگی میکنین و گهگاهی به هرات هم میایین. این سفر سفر کاری، دید و بازدید از اقوام میایین یا کدام هدف دیگه هست؟ خب یا این بار به خاطر کرونا فرار کردین؟ خب من برنامه داشتم که طوری که در جریان هستم، هر ماه مبارک رمضان معمولا کارهای جدید منتشر میکنم. قبل از ماه مبارک رمضان تصمیم ای بود که هرات بیایم و ویدیوهای جدید بسازم، انشاءالله در ماه مبارک رمضان منتشر بشه. خب آمدم هرات و بحث کرونا پیش آمد و بحث قرنطینه و این مسائل و باعث ازی شد که همی پروژه ما به تعویق بفته و دیگه نشد ثبت بکنیم ویدیو دیگه. انشاءالله باستای هدایه هم تمشه. کرونا سر کارهای شما هم تأثیر گذاشته؟ ولی دیگه متاسفانه قضیه پیش آمد، نشد که ثبت بکنیم ویدیو در هرات. کدام کار جدیدی بود که باید ارائه میشد و نشد؟ برای چی بود؟ چه مناسبت؟ خب دو تا کار جدید بوده، یکی ای خدای من بود و یکی توکل بود که اینا ساخته شده بود ولی ویدیو نداشتم دیگه. من همیشه سعی میکنم که از فضای هرات استفاده بکنم چون فضای خوبی داره، معمولا بیشتر ویدیو رو هم در هرات میسازم. بله. و او اساس سعی کردم که به هرات اینا رو بسازم که دیگه قضیه پیشم. خب با کار کردن در هرات بیشتر راحتین، هرچند گفتین سعی میکنین در هرات بیشتر بسازین، زمینه کار برای کسایی مثل شما به افغانستان بیشتر فراهمه در هرات یا در بیرون از افغانستان؟ خب کار کردن و ویدیو ساختن در افغانستان به مراتب راحت تره، به خاطر از اینکه دست ما بازتره در هرات و مکانهای مذهبی و مکانهای تاریخی و جای بسیار خوب داریم و در کنار از اون مردم هم همکاری میکنن، دوستان همکاری میکنن، رسانه ها مثل شما همیشه لطف داشتن برای ما همکاری میکنن و او اساس کار برای ما آسان تره. ولی باز از دید امکانات صوتی باز بیشتر ما در ایران میسازم کارا خود، به او اساس اینجا از دید کار کردن راحت تره ولی از دید صوتی اونجی کیفی اونجی بله بهتره. استقبال چگونه بوده نه تنها در افغانستان؟ مطمئناً کسایی که کارهای شما رو میبینن، اناشید شما رو دنبال میکنن، با شما در تماس هم میشن. استقبال مردم از کارهای شما به عنوان منشدی که به زبان فارسی میخوانه چگونه بوده تا حال؟ خب استقبال طوری که از رسانه ها و شبکه های اجتماعی دنبال میکنه و دوستان میگن، خب استقبال خوب بوده. چرا؟ چون در کناری که در افغانستان کارم منتشر شد، در ایران استقبال بسیار خوبی شد، رسانه ایران بسیار حمایت کردن، حتی میتونم بگم که به مراتب از افغانستان بیشتر حمایت شده در سطح کلی. بله. چون هرات استثناء، هرات همیشه رسانه هرات از ما خیلی حمایت میکنن که بازم تشکری میکنم از مردم هرات و از رسانه هرات، ولی در کل در سطح افغانستان رسانه دیگه زیاد حمایت نکردن از آثار یک واقعیته. بله. ولی ایران زیاد حمایت کردن از ما، آثار ما از کردستان، از عراق، از کشورهای مثل هندوستان، پاکستان پخش میشه، از تاجیکستان کارا از جای مختلف پخش میشه چون کارهای ما به زبان در کنار زبان فارسی و زبان عربی هم هست. بله. و کارهای جدیدی هم که من ساختم، من سعی کردم از زبان دیگه هم استفاده کنم، مثل انگلیسی، عربی، هندی، حتی زبان پشتو استفاده کردیم که انشالله یعنی مخاطبین ما به هر زبانی که هستن استفاده بکنن. استقبال زیاد بوده از جای مختلف، طوری که ما از شبکه اجتماعی رسانه دنبال میکنیم. تا جایی که من خبر دارم آقای اکبر، کلیپ هایی که شما میسازین و کارهایی که
تقدیم مردم میکنید هزینه بسیار زیاده سر دست شما میگذاره که از جیب شخصی خود خو یعنی از هزینه شخصی خود خو این کارا رو انجام میدید. چه چیزی باعث شده که شما چند سال میشه کار بکنین، کارهای زیاد و کارهای خیلی خوبی هم ارائه بکنین و از هزینه شخصی خود در حالی که حمایت نمیشین و دل زده نشین از این کار، باعث این مسئله چی بوده؟ خب هر کس یک هدف داره، هدف ما هم یکی از هدف‌ها بزرگمه که من همیشه دنبال میکنم ایجاد وحدت بین امت اسلامی. یکی از مشکلات اساسی که امروز مسلمان‌ها دارن مسئله عدم وحدت بین امت. خب این برای ما یک هدف بزرگ و در کنار از اون مفاهیم اسلامی در این قالب اناشید برای مردم سعی میکنیم انتقال بدیم. بله. خب این مسئله باعث از این میشه که اما در کنار بحث مادی از او آدم به دنبال بحث معنوی از او باشه که کسب ثوابه و این که بتونی توسط یک مفهوم اسلامی یک تلنگر یا یک تغییری در یک فرد ایجاد بشه، این برای ما یک ثواب کسب میشه و باعث از این میشه که انرژی بگیرم و انگیزه بگیرم جدا از بحث مادی از او. و در کنار از اون که شما اشاره کردین تالیش کس از ما حمایت نکرده، نه افغانستان دولت افغانستان یا اطلاعات فرهنگ بگن حمایت کردن یا نه تاجرا یا یکی از شرکت های بزرگی که هستن در افغانستان هیچ حمایت نکردن. ما در حال که از کارهای غیر اسلامی حمایت میکنن ولی از شما حمایت نشده. بله متاسفانه حمایت نشده، در حالی که گفتم پیشتر هم اشاره کردم کارا ما در کشورهای مختلف پخش میکنه. بله. نه تنها در افغانستان ولی حمایت نشده. مخصوصا معمی از طریق همین رسانه اعلان بکنم که از حتی اطلاعات فرهنگ هرات بله هیچ گونه شده که حتی یک تشویق بکنن جدا از اینکه از بحث حمایت مالی باشه هیچ وقت حتی تشویق نکردن، در حالی که خود شما خبر داریم که من بنیانگذار سبک موسیقی اسلامی در افغانستان ما بیشتر از 10 سال میشه فعالیت میکنم، هیچگاه حتی میگم اطلاعات فرهنگ هرات که من از هراتم و متعلق شهر هراتم از ما حمایت نکرد. در جشنواره های بزرگی حتی در غیاب شما، شما رو به عنوان بهترین انتخاب کردن برای چند دوره، ولی در هرات هیچ نهادی و هیچ سازمانی از شما حمایت نکرده و تقدیر نکرده، درست؟ بله. خب من در جشنواره جهانی تلویزیون آریانا 2 سال که کاندید شد آثار من به عنوان بهترین خواننده سبک اسلامی انتخاب شدم. بله. من توسط آرای مردم بود و چیزی هم که شما اشاره کردیم تاسفانه حمایت دیگه نشد. خب امیدواریم که روزی برسه که ادهی که مسئولن به این مفاهیم آشنا باشن. گاهی آدم وقتی از این موضوعات تقدیر نمیشه و تشکر نمیشه از افراد مثل شما، آدم فکر میکنه که هنوز اینا به مو اصطلاح فهم والایی نرسیدن که بتونن درک کنن این موضوعات و این مفاهیمی که شما در لابلای کلپا و اناشید ارائه میکنین و سنگین تموم میشه برای بعضی. به مو خاطر فکر میکنم که به این موضوع توجه خاصی نمیکنم، امیدواریم که توجه بشه. اشاره کردیم که به کلیپایی که و اناشیدی که شما دارین به موضوعات مختلفی پرداخته میشه، میشه به چند تا از این کلیپا اشاره بکنین که موضوعاتی که تاثیر گذاشته چی بوده، مضامین اینها و موضوعات اونها؟ خب یکی از کارهایی که خیلی طرفدار داشت کار آقای رحمت بود. بله. همون شعر معروفی که از جولیده نشابوری بود، دلت را خانه من کن، دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. و یک نشیدی بود به وحدت یا رب خدای من، خواستار زیاده بود. بله. به اون اساس خب من چون از طریق شبکه های اجتماعی خب معمولا با مردم در ارتباط هستم و فیدبک هایی که میای از طرف مردم خب یعنی تاثیرات مثبت در زندگی اینا درست ایجاد کرده، بنابرای یک تلنگر. حالا ما نمیتونیم بگیم که تنها متوسط مستقیم میتونیم زندگی یک مسلمان متعول بکنیم چون راه مختلف وجود داره. ولی من به مو توانمندی که دارم و مو استعداد کارم در همین بخشه. بله. و از همی استفاده کردم که انشالله بتانیم بنای مفاهیمی که یعنی یک فرد مسلمان فراموش کرده یا ای که آگاهی نداره از این طریق به او برسانیم. در حالی که در جامعه ما موسیقی های گوشخراش و دلخراش زیاد شده، موسیقی هایی که گاهی بحران ایجاد میکنه و مشکلات های اخلاقی ایجاد میکنه، کار شما قابل قدره و برای مردم حس خوبی میده و اونا رو میکشونه به سمت اناشید و موضوعات اسلامی. ما برای شما توفیق میخواییم از الله متعال. خودم و مجموعی که در تلویزیون اسلامی نگین الغیاث هستیم از طرفدارای پرپاقرص شما هستیم و اگر بیننده برنامه بوده باشین دوستان ما شایدن بیننده های ما که ما تیتراژ برنامه ما
یکی از اناشید خیلی خوب شما هست که کاریه که در او از آواهای استفاده شده بدون موسیقی به نام رمضان. امیدواریم که همچنان شاهد کارهای خیلی خوبی از شما باشید. برنامه ما وقتی و خیلی کم مانده، همکارای ما اشاره میکنن که باید یک وقفه بگیریم. در آخرین لحظات اگر حرفی باقی مانده از شما میشنویم. اول تشکر میکنم از شما و همه همکاران شما و یک چیزی که پیام دارم برای تمام دوستا و کسایی که ما رو میبینن، هر مسلمان شاید در زندگی خود اشتباهات بکنه یا ای که به نوعی توسط عمل خود یا یک صحبت، زبان و هر چیزی ممکنه یک برادر مسلمان خود ناراحت کرده باشه. من از طریق رسانه شما از تمام کسایی که از ما آزردگی دارن، ناراحتن، ماه مبارک رمضان دهه مغفرت، من از اونا خواهش میکنم که من عفو کنم و برای من دعا بکنن و انشالله که خدا نه هم بگیم مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. آمین. ما هم از شما الگو میگیریم و ما هم از کسایی که از زبانم و از دستم به قول شما آزاری دیدن یا هر طریق دیگری، از شما معذرت خواهی میکنم و ایره میگم که من این کلمه را از آقای اکبر امی لحظه کپی پیست کردم دوباره. امیدوارم که ما را عفو بکنید. آقای اکبر، ممنونم از شما که حضور پیدا کردین. من میخواهیم که با حضور بیننده های خود وعده بگیرم که باز هم فرصت در اختیار ما بگذاریم تا بیشتر صحبت بکنیم در یک برنامه که گنجایش بیشتری داشته باشه. انشالله. تشکر میکنم. انشالله اگر عمری بود باز در خدمت شما. حتما انشالله. بیننده های عزیز، با آقای فرهاد اکبر منشد خوب شهر و دیارمان بودیم لحظاتی و استفاده کردیم از صحبت های خیلی خوب و ارزشمند اینا. سراغ یک وقفه کوتاهی میریم، ابرار با هم میبینیم، بعد از ابرار در خدمت شما خواهیم بود.